یادم دقیقا مرزداران تو ماشین نشسته بودیم تو به من گفتی که پنج سال دیگه به کجا رسیده باشی خوبه جالبه برات دوست دارم که رس سردبیر یه رسانه باشم نیروهایی که دوست دارم و داشته باشم کاری رو که خلاقانه است و همه توش خوشحالن با هم بریم جلو فکر کنم مثلا به جای پنج سال تو دو سال و نیم اتفاق افتاد یک سال که توش موندم اینجوری شدم که ای بابا چی بس دیگه به کورنر سیامک گلیزاده پاش سیامک گلیزاده روزنامه نگار بنیانگذار مجله موسیقی کادانس نقد موسیقی فولش هم بنیانگذار نشر ساخت ایران از نظر خودمون خیلی کار ساده داریم میکنیم فیدبکی از موزیسیان ها میگیریم یه بار گنده ای رو دوششون برداشته که آدم دارن اینکه یه کارو پخش کنن ما بیایم براشون مهیا کنیم ما به جریان فرعی تا یک زمانی داشتیم میگفتیم زیرزمینی زیرزمین به اون صورت نداریم توی موسیقی ایران یه هیچ کس رو نمیبینی که برگرده به یه فلان گروه گروه زیرزمینیه امروز توی این گفته با سیامک در مورد خلاقیت فرایندی که داره یه ابزاریه برای ساختن راه جدید و بهینه تر نگاهی که نسبت بهش داره کارهاش رو چطوری توی این سالهای مختلف ادامه داده منم بتونم این شرایط رو فراهم کنم که آدما با چیزهای نوعی مواجه شن و اون چیز نوعه رو قبول کنن و بپذیرنش در مورد این موضوع که اصلا برای چی توی این حوزه داره فعالیت میکنه گپ زدیم مجموعه درست کنیم از صداهایی که تو ایرانه و بتونیم به مرور زمان به بیرون از ایران اینو هرزه کنیم و نشون بدیم که صداهای متفاوتی از جنسهای مختلف تو ایران وجود داره اگر فکر میکنید این موضوعات براتون جذابه دعوتتون میکنم با من و سیامک قلیزاده همراه باشید قبل از شروع گفتگو پیشنهاد میکنم یه نگاهی به کپشن بندازی و تمام پلتفرمامون هم دنبال کنی اینطوری با هم در ارتباط میمونیم سیامک قلیزاده تو ذهن من شخصیتش اینطوری شکل گرفته که دنبال جریان سازی و فرهنگ سازی. این تصویر ذهنی که ازت دارم درسته ببین که خودم که نمیتونم بگم اینو واقعا یه ذره سخته ولی جریان سازی رو میگی اینجوری هم که نیان الان همین الان بالا سرم یعنی اینجوری هم که کلا دیدی خیلی قفلن روی این چیز مسئله جریان سازی جریان فلان جریان ولی اگه از اون قسمتش بگذریم خیلی حال میکنم که جریان رو پیدا کنم یعنی ساختنش به نظرم کار یه دونه آدم که نیست و کار مثلا یه آدم و یه تیم هم نیست حتی که بگی که مثلا من و تو مثلا یه تیم خیلی خفنی یه جریانی الان میایم میسازیم با هم دیگه این یه ذره نظرم چیزه یه ذره دیدگاه اشتباهیه که فکر کنیم جریان اینجوری شکل میگیره بذار بگم چی تو ذهنم بازش کنم شاید هستم. دقیق تر بتونیم با هم پیش بریم خب میام مرور میکنم دنبال میکنم میبینم که ما به جریان فرعی تا یک زمانی داشتیم میگفتیم زیرزمینی موسیقی زیرزمینی فلان گروه زیرزمینی فلان بیساره ولی یک سری اتفاقات میفته یه سینرژی بین تو و چندتا شخصیت رسانه ای دیگه رخ میده که ادبیات به کل تغییر میکنه اون جریان مستقل اسمش میشه جریان فرعی دیگه هیچ کس رو نمیبینی که برگرده بگه فلان گروه گروه زیرزمینیه و این ادبیات حتی وارد بچه های موزیسین هم شده خب اینو من میگم جریان سازی یا میاییم جلوتر میبینیم که تو این 6 -7 سال با فولش کاری رو داری میکنی که آدم ها هیچ وقت نمیومدن راحت با سراحت نظرشون رو در مورد اتفاقاتی که پیرامون جریان موسیقی داره میفته بیان کنن ولی خیلی راحت الان میان این کار رو انجام میدن یا یه پروژه دیگه ای مثل بلنگو مثلا تو ذهنم میاد که میبینم شدی یکی از اون آدمهایی که کمک کنه تا صدای جریان فرعی بلندتر بشه از این لحاظ دارم میگم فرهنگ سازی و حتی جریان سازی نکته که هست اینه که جریان مثلا فرعی که میگی خب جریانه رو که ما نساختیم که به عنوان جورنالیست من اینجوری هم که ما بیایم اسم های درست تری برای جریان ها انتخاب کنیم خب من خودم الان که داریم با هم دیگه حرف میزنیم فکر میکنم شاید هنوز این جریان نیست درسته که ما بهش میگیم جریان فرعی ولی به خاطر همین نمیتونم بگم ما ساختیمش یا میخواستیم بسازیم یا هر چی با اینکه من فکر میکنم اینا یه سری الان جزیرن که تبدیل نشدن به یه جریان یا یه سری مثلا جویهای آبهای کوچیکن که باید به همدیگه متصلشن تا بشن جریان یه ذره قبلا تر بودم فکر میکردم این جریانه الان یه ذره اینجوری هم که نه هنوز انگار اون چیزی که باید اتفاق میافتاده اتفاق نیافتاده که بهش بگیم جریان من جریان رب فارسی مثلا میتونم بگم ولی جریان مثلا چه تعریف و چه تفاوتی بین این دوتا داری میبینی که اون رو جریان میگی این یکی رو گذاری مهمترین علامانش اه... چه و... موانعی رو پیش روش دیدی که میگی که نشده هنوز ببین موانش که خیلی زیاده باید کتاب بنویسیم در موردش ولی اگه بخوام بگم که حالا مثلا یعنی نمی... برای اینکه جواب سوال تو بدم رفتم اون تو نمیخوام برم اون تو قرفشم ولی نکتهش اینه که تو در مورد رپ فارسی میبینی که کمیت وجود داره رشد وجود داره مثلا و در واقع میبینی پوستندازی وجود داره در عین حال تو میتونی بگی همه اینها چه دوست چه دشمن در یک جریان جا میشن ولی ما در مورد مثلا موسیقی زیرزمینی یا موسیقی جریان فری یا مثلا مستقل هر چیز اینجوری اینو نداریم شاید فقط کمیته زیاد شده پوست اندازی توش اتفاق نمیفته درست اون علمان هایی که نیازه برای این که بگیم آقا مثلا یه تحقیقی کرده بود محمد خلیان که داشت میگفت آقا این مثلا رابطه هایی که اینا با هم دیگه برقرار میکنن مثلا موزیسین ها تو جریان های مختلف متال راک مثلا الکترونیک اینا خیلی کمه ولی تو رپ خیلی زیاده تو میبینی همه با هم فیت میدن خب حالا ولی اگه برگردم به اون سواله دور نشم بحث جریان فرعی برای اینجوری بود که اسم درست بذاریم روی یک چیزی بار آره به خاطر اینکه تو موسیقی زیرزمینی یه عبارت خیلی چیزیه یه عبارتی که خیلی میشه گفتش که سمت و سوی ذهنی تو رو سری میبره سمت و یه چیزی که یه ذره مثلا خشنه یا مثلا یه ذره همه چی ببخشید همه چی توی سیاهی انگار داره اتفاق میفته ولی ما زیرزمین به اون صورت نداریم توی موسیقی ایران چیزای غیر رسمی داریم چیزهایی که بهشون صحنه داده نمیشه بهشون تریبون داده نمیشه چیزای غیر مجاز داریم ولی موسیقی زیرزمینی در جای دیگه دنیا یه تعریف دیگه, ای دیگه داره متفاق. آره ولی حالا جریان فرعی در ایران برای من اونجایش جالب بود که این تگر رو بسازیم و بزنیم که بتونیم فارغ از ژانرها یعنی بگیم که آقا ژانری نگاه نکنیم وقتی تو میگی موسیقی زیرزمینی سریم ذهنت میره سراغ مثلا رپ و راک ولی وقتی مثلا ما میخواستیم بگیم جریان فری بحث همین این بود که هر جریانی یک مینی داره یک صحنه اصلی داره و هر موسیقی و ژانری یک چیز آلترنتیو و نوگرایی داره همه اینها رو هم دیگه میشه جریان فری چه تو موسیقی سنتی باشه چه تو موسیقی الکترونیک باشه چه تو موسیقی جاز باشه چه تو موسیقی مثلا راک باشه همه اینا با هم دیگه میشه جریان مترقی نوگرا و پیشرویی که دلش میخواد تغییر در خودش ایجاد کنه و در اون ژانره و در اون کاری که قبلا شده و برای من اینجوری بوده که اینو ب... نبوده که اینو ما بیایم بسازیم بوده که کمک کنیم به ساخته شدنش چرا اصلا دقدقت بود چرا دقدقم بود اینکه این جریانه شکل بگیره یا اینکه کمک کنیم بهش یا چی کدوم قسمت اول از همه بیای اون بار منفی اسمی که وجود داره رو برداری بعد بتونی کمک کنی که این جوی ها یه جایی به هم وصل بشن تبدیل به جریان بشن و بعد حالا دارم یه ذره میام جلوتر دارم میبینم حتی داری فضا میدی کمک میکنی که جریانه یه مسیر طبیعی تر و بهتری هم طی کنه اینو مثلا توی میدین ایران دارم میبینم توی لیبلی که دارید دارم میبینم که بلنگو رو دارید به یه اکت هایی که جریان هایی که گروه هایی که پروژه های موسیقی که ممکنه صداشون شنیده نشه دیده نشن فراهم میکنی برای اینکه هم دیده بشه هم شنیده بشن ببین اولا حالا اینجا تاثیر کنم که بلنگوی دیگه اصلا وجود نداره بلنگوی دوره فعالیت کرد بله، و اون بله. رسالت خودش رو نظر و انجام داد تموم شد ولی ایدهش این بود که آقا همه به هم دیگه کمک کنن که یک تریبون بزرگتری داشته باشن نکته اینه این که کجا دغدغم شده اونجای دغدغم شده که یه سری با یه موزیکا یه جایی در نوجوانی آشنا شدم و دیدم که چقدر اینا جالبن و بعد دیدم که هیچ کدوم از دور و بریه خودم این موزیکا رو نمیشناسن هیچ کدومش رو گوش نمیدن کاملا یه نیاز شخصی وجود داشته دقیقا بعد من شو کردم که مثلا خب مثلا دیدم آدمایی میان سراغ من دنبال موزیک بخاطر اینکه حالا ما توی شهرستان کوچیک و اینا فلان گرمسار یا عالمه مثلا هارد و دیویدی و اینا داشتیم من و یکی دیگه دوستام یه رپری که الانم معروفه میومد میگو آقا نیرانا مثلا نیروانا بده بعد من اینجوری که خب باشه تو اینو بگیر ولی بیا اینم بگیر این مثلا یه گروه ایرانی ای یه عشق موزیک بازیه دقیقا اون رسونده منو به اینجا ولی نکتم این بوده که خب من اینجوری که آقا این موزیکا هست چرا همش تو اون غیر ایرانیه رو میخوای تو ایرانم هم همونجور که تو داری رپ کار میکنی رپ ایران و گوش میدی تو یه سری موزیک دیگه هم هست که حالا تلفیقی اسمش راک متال هر اسم دیگه که داره اینا هم های کوالیتی اینا هم گوش کن باحاله خیلی چیز جالبی توش پیدا میشه پیدا در مورد چه دورانی و چه سن و سالی و... سال مثلا هشت و دو پنج اینا جریان فوقلادهی هم بودم آره دقیقا از 79 تا 85 86 فوق العاده آره, بود تو آره. بدتر هم بود یعنی مثلا این جریانه برای از مثلا حدود 85 اینا شروع شد تا هولوشن مثلا میشه گفت 90 من این کارا رو روتین میکردم یعنی مثلا یه جایی مثلا محسن نامجو اومد سیدیش مثلا به ما رسید هی میدادیم به آدما اون موقع مثلا خب شاهین نجفی چند تا ترک داده بود اونا خیلی میدادن به آدما مثلا الان نبود وضعیتش و راز شب بود مثلا میدادیم خیلی به هم دیگه آره خود کاوی اغمایی بود مثلا یعنی منظورم این که این از یک دادن یعنی رسانه شخصی بودم من که به رفیقام آهنگ میدادم بعدا این دقدقه بزرگتر شد که آقا چرا گروه بیشتری از آدم ها با این موزیک ها آشنا نشن اینا که خوبه چرا به جای مثلا اون موزیک بده حالا اون زمان مثلا بنیامین به بهادوری و نمیدونم مثلا حتی همین محسن چاوشی و اینا سال 86 87 اه, 78 نه نه 87 86 اینا رو بورس بودن مثلا اینجوری بودم که آقا به جای اینکه مثلا این محسن چاوشی میخواد ادای یه رو در بیاره بیا راکستار واقعیه رو گوش بده و این بود دقدقهه و همین هم هی موند و ادامه دار شد و وقتی تو تو این جریان میمونی و این کارا رو میکنی بعدا دیگه قسمت های دیگه هم میافته گردنت یعنی اینکه آقا حالا یه مکانی برای اجرا برای ما پیدا کن حالا آهنگامون رو منتشر کن حالا این کار رو ب... یعنی میدونی دامنش گسترده تر میشه هی تو این تویه داری میگاه میکنی که کاری که تو الان داری انجام میدی هیچ تفاوتی با کاری که 15 16 سال پیش شروع کردی نداره تنها چیزی که اضافه شده سرویس ها شوش. کامل تر شده قبلا می اومدی سی دی دستی میدادی دقیقا بعد شده فلش مثلا اول سی دی بوده و رایت می کردیم می دادیم. بعد شده فلش که آقا حالا اینا رو گوش کن با و از موزیک مثلا غیر ایرانی هم موف کردم انگار رو موزیک ایرانی اول مثلا چه میدونم توی شهر کوچیک مثلا میرلی منسون اونقدر کسی گوش نمیداده مثلا اول میرلی منسون میدادم بعد مثلا چه میدونم طول میدادم بعد مثلا همجوری پیش بعد <تصفح> یه یه جایی برام دغدغه شده که آقا این موزیک ایرانیان هم با حال دیگه اینا رو بدم یعنی خودم هم گره خوردم بهش میدونی خودم هم اینجوری بودم که ای اینا چقدر جالبه نه یعنی اونجایی که رو خودم تاثیر گذاشته تصمیمم ایجاد شده که حالا تو اون چیزی که میخوام بدم لابلاش این ایرانی ها هم بدم کجا انقدر این موسیقی قلقلکت داد که خبرنگار اقتصادی رو رها کردی رفتی سراغ خبرنگار موسیقی ببین خبرنگار اقتصادی انقدر دقدقم نبود و انقدر یک پروژه بود انگار این توی یه تایمی که من بیکار شده بودم باید یه کار دیگه میکردم که درامت زایی کنم راحت ترینش هم این بود که خب خواهرم خبرنگار بود و دستم و گرفت یه جای بنگ کرد و بعد دیدم که میشه خب من قواعد نوشتن رو ولدم قواعد تحلیل رو ولدم ذهنم دائم داره چیزایی که میبینه و میخونه تو حوزه موسیقی رو نقد میکنه و از اون ور یه قلمی هم دارم خب شیفت کردم خیلی راحت بود این شیفت کردنه یعنی چیزایی که داشتی قبلا در موردشون با دوستات و نزدیکات گپ میزدی یه جایی فقط مکتوبش کردی دقیقا هم جوده. یعنی من اگه خبرنگار اقتصادی هم بودم اینجوری نبوده که برم با دوستام راجع به قیمت مثلا ماشین و قیمت نفت و نمیدونم مشکلات ساختمونسازی و اینا در ایران صحبت کنم میرفتم در مورد موزیک باز حرف میزدم یا یعنی مطلب های در حوزه موزیک رو میخوندم مجله موزیک رو میخوندم نه فرهنگ آهنگ رو میخوندم مثلا هیچ وقت نمیرفتم مثلا یه مجله اقتصادی بخونم خودم ولی چون علاقه اونقدر قوی نبود خیلی سریع جایی که پیدا شد بتونم شیفت کنم برم اونجا سریع بس فرصت استفاده کردم رفتم اونجا برگردیم مثال اول تصویری که خودت داری آیا این هست که دنبال فرهنگ سازی یا جریان سازی هستی یا نه چون اینو من جوابشو نگرفتم آخه ببین اگه من بگم زوم بر خودم اینجوریه که بگم آره مثلا امسن... یه جوریه می بقیه باید اینو بفهمن که تو این کار رو میخوای بکنی یا نه من تو من همون کاری که میکنم و دوست دارم به این فکر ده ده ببین فقط دوست داشتن نیست من بابا چند ساله الان ده یازده ساله میشناسمت و میبینم چه سختی هایی رو کشیدی چه فشارهایی رو تحمل کردی برای اینکه ادامه پیدا کنه حالا اسمش رو بذار پروژه مجله موسیقی کادانس باید پیش بره بذار 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 من اینجوری بگم بهت من دنبال این بودم که یه چیزی رو یه قلقلکی بدم به آدما یعنی این نبوده که بخوام فرهنگ سازی یا جریان سازی کنم اینجوری بودم همون جوری که من یه چیزی تون بود که با یه چیزی انگولک شد اومد بیرون منم بتونم این شرایط رو فراهم کنم که آدما با چیزهای نوعی مواجه شن و اون چیز نوعه رو قبول کنن و بپذیرنش چه لذتی بهت میداده؟ تجربه ویژه بوده برای خودم دوست داشتم برای آدم ها هم اتفاق بیفته این تجربه ویژه لذت رو میخواستی اشتراک بذاری با بقیه مثلا اینو ما داریم خیلی وقت آنسا من چه مثلا با رعنا نشستیم کنار آتیش داریم اون شعله هر نگاه میکنیم ای بابا کاش فلانی هم اینجا بود ای بابا کاش فلانی هم اینجا بود مثلا یهو میبینی یه لیست مثلا سیتایی آدم داریم میگیم که یه کاش اینا هم بودن بعد میگیم بعد دوباره که برمیگردیم میگیم نه بابا داریم حال میکنیم دیگه یعنی نمیری شاید اون حسه توی اون لحظه آتیشه اینه که یاد میکنی از آدم ولی اون وقتی میشه یه چیزی که مثلا میشه تو موزیک میشه روزنامه نگاری اون راحت تره که روی دیگران اینو این تاثیر رو بذاری این هدیه رو انگار بدی یا این شانسه رو ایجاد کنی برای آدم ها که با یه چیز جدیدی مواجه شن و ممکنه که زندگیشون تغییر کنه این به نظر من این که تو با چیزهای جدید آشناشی و بپذیریشون میتونه واقعا کل مسیر زندگی تو عوض کنه که همین اتفاق تو اون شهرستان برای خیلی از ماها افتاد به واسطه یک کتابی که یکی مثلا به اون یکی میداد این آدمه کل مسیر زندگی شوز میشد مثلا خب چون در نهایت فضای بسته تری بود دیگه مثلا چون ما تاعت رو فلان و اینا انقدر نبود که توی شهرستان مثل گرمسال وقتی مثلا یکی یه نمایش نامه مثلا به اون یکی میداد اون آدمه میرفت تئاتر میخوند بعد بعد سه ماه میدی می که رشت رفته رشته دانشگاهی شده تئاتر اینقدر یهو مسیر زندگیش عوض میشد حالا اون تو اون سن کمتر تو خامتری راحتتر شکل میگیری تو سن بالاتر سختتر اتفاق میفته ولی همین که بازم با چیزای جدید آشناشی فکر کنم خیلی تاثیر جالبی میتونه تو کل زندگیت بذاره باز لازمه به با نظرم یه اشاره کنیم داریم در مرده. بازه زمانی صحبت میکنیم در مورد دورانی صحبت میکنیم که اینترنت به گستردگی الان به سرعت الان نبوده و اطلاعات باز هم محدود بوده برای همین تأثیر گذاریه از این جنس بوده که یه نفری که تشنه بوده وقتی یه چیزی بهش میرسیده انقدر روش میتونسته تأثیر بذاره که این اتفاق براش بیفته همینطوریه شاید الان دیگه اینجوری نباشه تو همون شهرستان هم. شاید اینجوری نباشه اصلا که تو ببین بازم میگم شاید اینجوری نباشه ولی بازم در مقیاس بزرگ که نگاه میکنم یه چیزی مثل کتاب خوندن مثلا مثل رمان خوندن یه چیزی که آدم ها خودشون انگار تو ایران حتی به هر دلیلی به دلیل اصلا کل سیاست فرنگی اشتباه این الان وجود داره دیگه خب آدم ها کتاب خون نیستن اون <تص> از خانواده اونو نمیگیره از جامعهش هم چیزهای خیلی سطحی تری ممکنه بگیره چیزهای اینستاگرامی بگیره اینکه یه نفر یه جایی یه انگولکی به تو بکنه یه انگیزه ای در تو ایجاد کنه با اون پشنی که داره با اون اشتیاقی که داره در مورد اون کتاب حرف بزنه که تو برش داری بخونیش باز همچنان من فکر میکنم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه تو زندگی اون آدم یا یعنی اینکه مثلا من بیام به تو بگم حتما این موزیک رو گوش کن تا اینکه مثلا اون موزیک رو بذارم اگه خواستی اینم گوش کن ما با هم از این جنس دیالوگا هم خیلی. داشتیم و واقعا هم تاثیر داره یعنی اگه حدی هم تازه وقتی شناخته بیشتر میشه تو دیگه این مدلی که آها سیا سلیقه من دستش اومده آه. الان میدونه داره چی به من پیشنهاد میده آره حالا اون هی فضا شکستنم خودش جالبه دیگه که توی اون ن... توی چیزی نمونی مثلا برای ماها که موزیک بازی میکردیم اون موقع خیلی جالب بود یکی اگه الان میدیدیش مثلا داشت پرتیست گوش میداد اگه دو ماه دیگه میدیدیش دوباره داشت پرتیست گوش میداد میگفتی آقا اینو ببین مون دیگه گیر کرد تو این خب باید اون حتما دیو... انگار که یه چیز جدیدی میتونست پیدا کنه و نکرده بود بعد مثلا آدمایی که تو گروه ما مثلا موزیک بازتر بودن خب اونو میرسوندن به ما ما هم میرسونیم به سر دیگه در این جریانه گویا بود این از یه تشنگی شخصی میاد سیامک تشنه این بوده که موزیکای جدید بشنوه درست میگه نه؟ درصد آره آره این ولی فکر کنم برای همه آدمایی که ذره نه لزومه ش... چون من هنوز مثلا فا... دارم میبینم آدمی که چه میدونم ما 15 سال پیش در مورد فلان بند با هم دیالوگ داشتیم یا فلان جان رو سر هنوز هم میاد اتفاقا یکی از دوسته مشترکون با امیده شاید همون چیز که میخواد و پیدا میکنه و راحت توش دیگه من راحت بودنم تو این بوده که چیزای جدید رو تو موزیک حالا پیدا کنم و کرم اینم داشتم که چیزای جدید رو به دیگران معرفی کنم فقط تو موزیک نبوده دیگه یعنی تو نگاه میکنی مسیر سیامک رو میبینی که نه تنها توی موزیک تو کل زندگیش توی کارهایی که داشته انجام میداده ای این تشنهی رفتن سراغ پروژه های جدید موضوعات جدید اون آدرنالینه دیگه واقعا یعنی اون یه جای از یه جای باید برای من شد هیجان الان هم خیلی کمتر شده ها الان که داریم ما معرف میزنیم شاید اون در من نیست ولی مثلا دو سال پیش من انقدر به این هیجان نیاز داشتم و معتاد شده بودم بهش مثلا اینجا نشسته بودیم با هم دیگه مثلا داشتیم حرف میزدیم این پروژه این ایونت برگزار کنیم جالبه ها همون لحظه یادت گوشه برم نشدم زنگ میزدم به آدم ها بخوا یه پروژه هست دو هفته دیگه هم میخوایم اجراش کنیم و آدم ها هم پایه بودن میدونی و یا مثلا یه شبی بود که نشسته بودیم مثلا داشتیم با بچه ها مثلا عرق میخوردیم اینجوری بود بعد همونش مثلا خیلی بدی همه دارن در مورد کمک کردن مثلا به سیل زده های سیستان بلچستان یه کاری میکنن و ما هیچ کاری داریم نمیکنیم خب حالا اون موقع مثلا به یه ذره ناپخته هم بود این فکر شد الان دیگه امکان نداره اون کار رو بکنم ولی همون گفتم آقا یه کاری مثلا این جریان موسیقی هیچ کاری نکرد نه اون پاپ استاری یه کاری کرد نه ما یه کاری کردیم اینا یه کاری مثلا نکنیم بعد یکی هم برگشت گفتش که آقا من هستم اگه بخوای کمک میکنم بعد یکی دیگه هم بود گفت فلانی یه جایی داره اونجا میشه اون کارا رو که خودمون هم که گفتیم آقا مثلا شهر که تا فرشته است اونجا هم ایونت برگزار کردیم همون شب ایونت رو چیدیم و چون یه ایونت خیریه بود در نهایت سریع هم آدما همه اوکی دادن و مثلا یه هفته ای برگزار شد و مثلا مثلا سی سی و پنج میلیون جمع شد حالا مثلا سال 98 بود دیگه فکر فرستادی مثلا برای سی سام ولی اون موقع خیلی این یعنی این هیجانی که توی فولش اومده بود تو زندگیم که هی نقد کردن و هی بعد از اون حمله هایی که مثلا شاید میشد و اینا تبدیل شده به یه آدرنالینی که تو معتاد میشی بهش یه قسمتی از اینو میبردم انگار اون هیجانات رو توی کار جدیتر خرج میکردم یه قسمتش رو باز تو خودش خرج میکردم دیگه ولی دائم درگیر باید میبودم اینجوری نبود که بتونم دیگه بگم خب حالا امروز میرم میشینم سر مثلا میز کارم مثلا میشینم حالا یه مقاله می نیبیسم. چون مقاله نوشتنه مثلا شاید یه هفته زمان می برد ولی تو اون یه هفته هم توستم یه ایونت ران کنم و اونو دیگه رفتم سراغ اون ای. الانم خیلی وقته که نشستم مثلا یه مقاله ای بنویسم واقعا ولی خب خیلی کارهای دیگه دارم میکنم ای. یعنی فکر کردم شاید وقتم و صرف این راه انداختن و پیشرانش یک چیزی بکنم که میتونه اجزای مختلفش بدون منم کار کنه خیلی به باحالتر باشه از اینکه بشینم فقط یه چیز رو بنویسم خیلی باحالتره نه نه بابا با. خوبه چیش باحالتره احساس میکنی که تاثیر گذارتر میتونه باشه اصلا دنبال تاثیرگذاری هستی؟ آره دنبال تاثیرگذاری که هستم واقعا به خاطر اینکه میگم از همون ریشه میاد که برای توضیح دادم واقعا یعنی دوست دارم تاثیر گذاری رو دوست دارم سلیق سازی رو توی جریان بودن قاب گرفتن جریان ها رو دوست دارم اگه بهش نگیم جریان سازی چون فکر میکنم نه نه واجه خیلی قشنگتر آره. یه بالاخره خبرگارم دیگه فروشی بالتر آره, <تصفيق> 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 آره چون, چون بازم میگم چون جریان سازی یه چیزی که خیلی گنده است خیلی نظرم. خیلی باید آدم خفن باشه تا بتونی جریانی درست کنه من هنوز خودمو اونجا نمیبینم ولی این قاب گرفتن جریان برام خیلی جالبه و سلیق سازی به خاطر اینکه فکر میکنم پتانسیلش وجود داره خیلی چیزا جالبی برام چون میبینم که هست فقط کافی اتفاق بیفته هم میخوام یه جور دیگه در مورد همین مسیره که برام ترسیم کردی به اطلاعات بدی چی باعث شده انقدر پاورجا بمونی یعنی هی, هی نیایی دکمه پرونده بستن و تموم کردن رو بزنی یعنی باهم. چی؟ کار یعنی... دیگه بلد نیستم چون آقا اینطوری نه جدی میگم ببین خیلی آدم های مدلی داشتیم طرف اومده یه فرهنگی هنری زده به واسطه اینکه میتونست مجوز به آها. رودکی بگیره رفته شده نه خب اونجوری بخوای حساب کنی که مثلا دارم میگم مثل اینه که یه کسی که دقدقش اینه که ماشین بسازه خود رو سازه مثلا ماشین طراحی کنه به اون بگی که تو مثلا با این پولی که داشتی میتونستی بری دلالی ماشین کنی خیلی سودش بیشتر بود که یعنی این دوتا خیلی با هم فرق دارن اون یه آخه بیرونی ها هست چجوری, خودت چجوری نگه داشتی که الان کادانس چند سال شد ده سال شده فکر کنم نه کنه. ده سالش نشده نوید و کادانس شروع شده خیلی باز برای یکی مثل من که دیدی که هر چند وقت یه بار فیلدر رو عوض میکنه حوصلش سر میره تالا اصلا به این فکر کرده بودی که چرا انقدر موندگاری چون من, من یکیم که میدونم چون اون فضا رو میشناسم فرصت هاش رو میدونم میدونم چقدر وسوسه اون بیرون وجود داره برای تبدیل شدن به آخه یه چیزه همیشه دیگه همیشه اون،, اون, وسوسه در نهایت همیشه یه چیز انگار یه چیز ناسالم و فاسدیه اون بیرون یه چیز سالم نبوده که بگم من اینو بر میدارم هم پویاه هم فساد توش نیست هم جنسش همچنان مردمیه جنسش همچنان از جنس جامعه است ای این ها ببین بحث اینه که تو هر, هر وقت بتونی کارتو ارتقا بدی خیلی باحاله بتونی بری یه جایی که کارتو گندهتر گنده تر کنی ولی اینکه بری بشینی دلالی کنی موسسه فرنگی چه منظوری که مثلا میگی مثل خیلی وقت میشه مثل دلالی اینو تو بگی برو مجوزشو بگی اینو تو بشین اونجا برای چهار نفر مثلا فلان چیزو ردیف کن خب من حتی از کارهایی که میکنم همچنان پول واسطه گری خیلی کم شده در زندگیم که بگیرم میدونی مثلا چه میدونم هم چند روز پیش مثلا یکی زنگ زد بهم گفت شماره یکی دیگر اسمشون رو میخواستم بگم نگفتم جفتشون حالا به هر حال یکی زنگ میزنه میگه آقا فلانی رو به من وصل کن خب و اینجوری که اگه میخوای حالا خودت مثلا چیز کن و اینا منظورش اینه که حالا خودت مثلا بالا پولشو بردا یه چیزیشو یا من اینجوریام که ببین من وقتی ندارم که با اون رایزنی کنم با تو دوباره رایزنی کنم شما رو به همدیگه بس کنم اون وسط 5 میلیون 10 میلیون گیر من بیاد این شماره شه بشم دید. مسیج زدم گفتم شماره رو دادم به تو برو یا مثلا به آدما فقط مسیج میدم که اینجا یه اجرایی هست که دنبال یه موزیسی هم من تو رو معرفی کردم برو مثلا اگه میخوای اون برام همیشه اینجوریه ای که یه وقتی رو باید بذاری برای یه چیز مثلا دستاورد خیلی کوچیکی به خاطر همین دنبال اون نرفتم دنبال اون میگم اصلا کلا عین اونه که تو طراح ماشین میخوای باشی یا میخوای نمایش که ماشین داشته باشی اگه دقدقت از اول این بوده که پول در بیاری و فکری نداشتی که یا بگی که خب یه ماشینی طراحی کنم خب باشه دیگه ایول نمایش که ماشین بزن بهترین ماشینا رو بیار اونجا هم تو کار خودت میتونی بهترین بشی باز من کاری به این ندارم اونجا هم میتونی هی ارتقا پیدا کنی خلاق باشی ایده داشته باشی ولی این دوتا با هم دیگه خیلی فرق دارن یعنی من نمیگم اون خلاقیتی نداره این داره فقط اونم تو کار خودش اگه دغدغه اولیش پول در و نمایشگاه داشتن و اینا بوده رفته تو اون کار ولی میتونه اونجا هم بسیار بسیار پویا خلاق و با ایده باشه و اون طرفش هم اونی که طراح رفته شده میتونه آدمی باشه که آپدیت نمیشه علمش به روز نمیشه و تو طراحی موفق تر نمیشه یا برعکسش ولی اصولا جایگاهشون کاملا فرق من اون تر راه دوست داشتم باشم انگار به جای حالا اون که نمایشگاه داره حالا تو, روی یه نکته هم اشاره دست گذاشتی گفتی صرف نمایشگاه داره حالا نکنم گفتی که سالم باشه اجتماعی باشه من فکر کنم یه چیزی از قلم انداختی و فکر کنم مهمترینش هم هست اینکه سیامک توش خودش باشه یعنی اون استقلال هویتی که میخواد اون انقدر پیشفرزه فرزه داشت اون, پیش فرزه, اون, اون پیش فرزه که اصلا خب می یعنی به خاطر همینه که من کارمند نشدم در نهایت نی تو در وقتی که فریلنسر میشی با یه ده. کاری که اصولا پول زیادی توش نیست از اول انتخاب میکنی که فریلنس کار کنی در اون استقلال انقدر برات مهمه که دیگه میشه جزء بایدهای کل زندگیت و یه جایی هم که اتفاقا اون میان است چالش داره برات دیگه میدونی که چقدر حالا یه پروژه مثلا مثل توکاتا برای من اینجوری بود اولش میتونست خیلی چالش دا باشه ولی بعد که دیدم هر کاری دلم بخواد میتونم بکنم ام اوکی شدم درسته که یه نفری هستش که میگه بیا این کار رو بکن پولش هم خودش میده سرمایه گذاره دقیقا ولی وقتی کامل دستت باز بوده آره بوده کار خودتو داشتی میکردی باز میذاره دیگه اوکی دیگه میگه آقا من خب همه اختیار عملو دارم یه شرایط ایدئالی هم برام فراهم شده چرا نکنم چای بخورم یا آب جوش هر که اشته سیام یک خلاقیت کجای این مسیر بوده خلاقیت کجاش بوده من برای خودم یه تصویر روی جواب دارم براش نمیدونم کجاش بوده من واقعا به خاطر اینکه من میبینم همه جاش بوده هم. چون تو خواب شاید خیلی خوشبینی نه تو یه فراینده ای و تو ذهن الان داری که نسبت بهشون آگاه نیستی خب ولی سرشار از خلاقیت هست مثال مثلا همین چیزی که داری میگی فلان مجموعه دنبال موزیسین میگرده که یه اجرایی رو بذاره تو میای به یه نفر دو نفر چهار نفر پیغام میدی چهار نفر رو میای پیشنهاد میدی میگی اینا به دردت میخوره اینا خب از اون خلاقیت داره میاد دیگه کجاشه خلاقیت تحلیل است دادهه تو ذهنت داره تحلیل میکنه و یک سری چیزها رو انتخاب میکنه که فرایند خلاقیت خلاقیت نیاز نداره این که الزامن خب اینا این انقدر تو روش سواری که دیگه ندید میگیریش اصلا وایسا خلاقیت تعریفش برای من یه ابزاریه برای انتخاب کردن برای تصمیم گیری کردن برای راه حل پیدا کردن برای من اینجوریه که یه ابزاریه برای ساختن راه جدید و بهینه تر میدونی راه نو... بهتر برای, یعنی برای س... راوریو... دعیبا. دعیبا. خب ولی مثلا اینکه تو یک پلتفرم میخوای اجرا برگزار کنه چهار تا گزینه بهش پیشنهاد بدی خلاقیتی الزاما نیاز نداره تو دیتاهات رو پردازش میکنی میگی که این پلتفرم انقدر انقدر پول دارن انقدر فلانه انقدر همه اینا رو بررسی میکنی از این برم تو بررسی میکنی تو ذهنت میگی اینا اینجوری 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 این بد اخلاقه به اینا نمیخوره اینجوری اینجوری در نهای چهار تا گزینه بهش میدی نه این چهار تا گزینه سیامکه تو همین خب هم, هم همین, هم خواسته رو به یه نفر دیگه بگو چهار تا آدم دیگر رو پیشنهاد میده باشه خب شاید اونم خلاقانه باشه پروسه شاید هم اصلا میدونی منظورم چیه منظورم اینه که این این پکیجی که الان داریم حرف میزنیم راجبش یه ذره بسته است نمیشه تو خلاقیت توش باز کرد بیا ببریم مثاله رو عوض کنیم هم مثالی که فکر میکنیم میتونه جواب بده رو فرض کن میخوایم اینجا الان اجرای موسیقی برگزار کنیم خب یکی میاد میگه که آقا من پیشنهادم اینه که یه نفر بیاد اینجا ساز دست بگیره بزنه بخونه خب همین یکی دیگه میاد میگه نه من نظرم اینه که این پشتش هم این شکلی کنیم یکی دیگه میاد میگه که حالا مثلا الان ببرین که این کارو میکنیم قبلش هم یه گیمی با موزیسینه یعنی درست کنیم برنامه جالب ترشه شه میدونی هیچ چیزای جدید انگار به اون میتونه اد شه به نظرم بورینگ ترین و بدترینش اینه که بیای بیه که میخوایم اینجا اجرا برگزار کنیم آره دیگه مثل ام پی آر. مگه ام رو ندیدی چقدر تاینی دسک. مگه آره مگه ام پی رو ام رادیو رو را ندیدی تاینی دست رو ندیدی یه کتابخونه است خیلی باحاله همه میشینن توش ساز میزنن بیا اینجا هم که انقدر باحال همون کارا رو بکنیم این به نظرم بدترین و غیر خلاقانه ترین کاره گزینه اوله آره آره دقیقا این به نظرم اشتباه ترین و آره دیگه چون عینشو دیدی میخوای کپیش کنی اصلا خلاقیتش کجاست خب. خب. ا... این این فکر میکنم از اون بخش خبرنگار وجودت میاد که همه داده ها رو بشینه روشون دقیق شه فکر کنه ولی اینطوری نگاه کن که چند درصد آدم ها دارن این مدلی فکر میکنن کار میکنن زندگی میکنن و چقدر آدم ها اونطوری که در لحظه ایده که به ذهنشون میرسه آه میگه همون این پی رو بزنیم به آره. و میرن انجام هم میدن و حالا کاری نداریم استخدام میشه نمیشه اصلا اصلا نمونه که پس داده یه جای دیگه ای و آدما میشناسن اون مدل رو خیلی هم آره اوکی. خب ولی تو این مدل نیستی نه اصلا خب پس خلاقیت وجود داره خلاقیت میگم اینجا وجود داره دقیقا مثال رو زدم بگم ببین که مثل تو همه اینجا... چی وجود داره تو همه چی من که حالا مخالف این نیستم یعنی یه چیز خوب داری به من نسبت به مخالف ولی ندارم نه اگه دارم moat هم میخوام بفهمم فقط اما دمت گرم آخه از این جنس دیالوگا ما با هم زیاد داشتیم یعنی من میبینم که من مثلا اومدم به تو میگم فلانی و فلانی درد این میخوره بعد تو میای میگی نه ببین این یعنی یه مقدمه چینی میکنی بخاطر اون زیادش به نظرم به خاطر تخصص هر آدمیه ببین تو تو کار خودت متخصصی خب بهت میگن که آقا میخوایم مثلا کمپین ران کنیم فلان سری باگاشو در میاری تو ذهنت سری میگی که این این کار جواب نمیده اون کار جواب میده این تخصص توه هست. اینجا هنوز خلاقیت خرج نکردی وقتی که سناریو رو میخوای بنویسی اون موقع است که خلاقیتت میزنه بیرون اون موقع است که تفاوتت با بقیه همکارات مشخص میشه اینکه صرفا یه چیزایی رو تخصصشو داری دیتا هاشو داری به نظرم کافی نیست من یادم میاد که خیلی دیتا دارم و تو حوزه خودم شاید کس دیگه هم نیست دیگه در نهایت توی شهر گورایی چشم پادشاست دیگه اونقدر رقیب و یه زمانی چهار تا بودم ولی هم بچه هم آره رفتن الان در مثلا یه جریانیه که خودم و مثلا چند تا آدم دیگه توشیم هر کسی هم داره یه کاری میکنه ولی من چون خیلی سال تو این جریان بودم یه عالم دیتا دارم گوشه هاشو دیگه میشناسم خب ولی اون جای جالبه که من با اینکه اون گوشه های امنشو میشناسم اون دیتا ها رو دارم میفهمم که این غلطه این درسته صرفا به این اکتفا نکنم که این درسته پس همین انجام بدیم اونجا باید به این برسم که این میتونه اینو سی درصد جالب تر کنه اگه این کار اگه این کارو بکنیم میگیره ردیفم هم هست همین کار رو بکنیم این اگه... کجا میاد چرا وقتی یه کاری داری انجام میدی جواب گرفتی به قول خودت گوشه هم میشناسی دیگه مخاطبرم میشناسی ملسان. به خیلی وقتا این اصلا به ضررم تموم میشه ها یعنی دقیقا وقتایی که یه چیزی نمونه یه که جواب داده همون کارا رو داری میکنی و مثلا تو اینستاگرام یه مدلی رو رو کردی که اون مدل خودته و گرفته و مثلا یه مدلی از تولید محتوا و اونو مثلا من میام با میام ای بابا خسته شدیم از این دیگه ببین عوض کنیم بعد عوض میکنیم دیگه جواب نمیده بعد مثلا یه سال میگذره تا یه چیز دیگه رو رو میکنی که جواب که بده, جواب آره. بده. خیلی وقتا به ضررم تموم شده ولی خب خسته میشم اینجوری هم که تکرار فراری آره اینجوری میشیم که این مثلا ردیف دیگه کردیم دیگه مثلا چل باری همچین مدلی رو مدل محتوایی رو تولید کردیم هر بارم یک مدلی از نتیجه رو ازش گرفتیم چه بخشی از وجود تو رو به چالش میکشه؟ یه یه بار مثلا بازدید گرفتی یه بار فالوئر گرفتی یه بار مثلا آدم های مشتی و بال شیرش کردن یه بار کردیت گرفتی یه بار هرچی ده مدل توجه گرفتی به خاطر اون چیزی که رو کردی ولی بعدش دیگه اینجوری میشه که خب باشه من هی اینو میسازم مثلا فولش اینجوری بود برای من اینجوری که من هی همون کارا رو میکنم الان همینه ها الان یه چیزایی رو سر میکنم هی توش خلاقیت به خرج بدم ولی رو نمیکنم ندارم فعلا درگیره یه چیز درست و جالب تولید کردنم هنوز ولی مثلا اینجوری هم که بابا اینو هی ساختیم هی آدما شیر کردن هی ساختیم هی آدما اومدن دعوتون میگم چقدر باحاله ولی خب من دیگه ارضا نمیشم منم باید یه هیجانی بهم دست بده از اینکه میخوام یه کاری بکنم اون اگه شبیه کار اداری بشه خب بازم اینجوری میشون خب پس چرا نرفتی اداره نونی نباید اون شکلی بشه برای خودم با اینجوری باشه که هر بار که میخوام انگار انجامش بدم یه چیز جالبی داشته باشه توش بخاطر این خیلی زره آره آره میگم تبدیل شد به یه چیزی که یه کم زد حالا مثلا شاید مدل نقداش یکم عوض شده ولی هنوز فرمته چون عوض نشده کافی نیست باید یه تغییر بنیادی داری به این فکر میکنی آه. که فرمش عوض کنی به این فکر میکنم چجوری باحال میشه حالا فرمش دیگه میشه یکی از بخشاش برگردیم به نکته ای که تو ذهن من بود و هنوز برای جواب پیدا نکردم این پابرجا بودنه ببین من وقتی مسیر رو میبینم میبینم که یک جاهایی اومدی موقت متوقف کردی یه فضایی دادی یه تایمی دادی حتی ممکن رفتی سراغ تجربه کردن یه سری چیزهای دیگه بعد برگشتی ادامهش دادی خیلی از آدما وقتی به یه جایی میرسن که میخوان حتی موقت یه پروژه یه کاری رو متوقف کنن دیگه بر نمیگردن سراغش اه. چه چیزی تو وجود سیامک قلیزاده بوده که نقطه پایاناش پایانای موقته تو پروژه شخصی خودش این نقطه اولش اینه که اون پلتفرمه هرچی که هست اون خاصیت رو داره که من میتونم فعالیت هم از هر جنسی باشه اون تو ادامه بدم یعنی مثلا اگه کادانس رو در نظر بگیری یه پلتفرمیه که من میتونم برگردم دوباره توش نقد کنم توش ریویو کنم توش معرفی کنم توش جریان رو قاب بگیرم اجرا برگزار کنم باهاش میدونی فیزیکیش مجله فیزیکیش کنم نه فلان کنم اون خودش به خودی خود جای اینو داره که من کارهایی که میخوام بکنم و دوست دارم و توش انجام بدم فقط کافیه که تغییر توش ایجاد شه حالا چرا متوقف میشه به خاطر اینکه وقتی مثلا چند ماه چند سال کار میکنه پلتفرم های مشابه شکل میگیرن اون کاری که من داشتم میکردم برام جالب بوده فکر میکردم داره یه ارزشی ایجاد میکنه و یک تأثیری میذاره یه جریانی درست میکنه شاید بقیه میان انجامش میدن چند تا چیز مشابهش مثلا شکل میگیره مثلا خب شکل بگیره خب دیگه اون داره اون کاره رو میکنه دیگه پس کار جالبی که من میخواستم بکنم تأثیری که میخواستم بذارم و گذاشتم یه چیزی عینش ایجاد شده مثلا اگه برای من جالب بوده که چه میدونم گروه های موسیقی رو معرفی کنم میبینم که یه پلتفرمی میاد یه پیجی میاد که فقط داره موزیسیان جدید مثلا جریان فردی معرفی بنابراین من, من اینجوری میشم که خب این که هست داره خوبم کار میکنه جالب اصلا ردیف داره کار میکنه و بکنه من دیگه اونو نمیخوام چی میخوای؟ میری ج... دست میزه رو چی؟ روی چیزی جالبی که نیست یا اجرا برگزار کردن نیم مثلا ما یه دوره خیلی اجرا برگزار کردیم خودت بودی با هم داشتیم این کار رو میکردیم نکتهش اینه که الان مثلا من فکر من خیلی ای میام ها من میگن اجرا برگزار کن من جورم که خب این هست این هست این هست اگه یه ایده جالبی داشته باشم میام و احتمالا میام یه دونه مثلا میکنم و میرم دوباره نمیام توش بمونم چون فضای پر از آدم هایی که دارن اجرا برگزار میکنم من نمیخوام برم یه جایی رو بگیرم جای کسی دیگر رو نمیخوام بگیرم یا حتی برعکسش یه کسی هست که نمیتونه یه جای جدیدی برای خوش درست کنه اون جایی که من درست کردم و بلد کار کنه بیاد جای منو بگیره من میرم یه چیز جدید درست ببین گفتم بیرون هزار تا وسوسه هست هزار تا روشیه که جواب داده آدم میتونه بره دنبال کنه شخص تو حتی نیومدی یه چیزیو که جنس خودت بوده مدل خودت بوده وقتی داری میبینی جواب میده ادامهش بدی چی چه چیزی تو وجود توه که باعث میشه بهترش کنی حالا خلاقترش کنی خلاقیتتر رو واردش کنی تغییرش بدی همون هم گفتم برای خودم بورین میشه حوصله سربر میشه و میترسم وقتی که میبینن که ا ای دوربران این کار جواب داده و 20 نفر دیگه دارن همون کاره رو میکنن خب باشه تو اون کسی هستی که کمک کردی 20 نفر دیگه ببین خیلی تو دنیای بیرون وقت داریم نگاه میکنیم آدما بذار مثال اینطوری بزنم شاید جالب تر بشه فلان کارگردان رفته آمریکا تحصیل کرده برگشته افتاده توی جریانی که سینمای ایران رو زیر و رو کرده بعد میرسی بینی. شد دهه شست آخر دهه شست و چهل سال هنوز همون فضایی که دهه شست جواب گرفته رو داره ادامه میده مم. میدونم جواب میده میدونه یه کامیونیتی هم ساخته شده یه فن بیسی هم که همیشه هم همون رو خب میخوام... چیزی که میخواسته برای آروم شدن همون بوده دیگه خب من میخوام ببینم چ... آروم گرفته. چ... یعنی تو رو آروم احتم... نمیکنه که هی میای هم مسیره رو ادامه میدی هم مسیره رو ارتقا میدی حالا من خلاقیته که میگم از این باب دیگه هی خلاقیته رو میذاری توی ماجرا تغییرات کوچیک 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 کوچیک, کوچیک میدی و هی بهترش میکنی تاثیر گذارترش میکنی من نکتم اینه که من اصلا فکر نمیکنم اون به جایی رسیده که خیلی جای جالبی همین الانم که داریم با هم حرف میزنیم فکر میکنم که مثلا شاید مثلا برای چی داری به من اینا رو میگی مثلا مگه من چیکار کردم میدونی یعنی مثلا برام چیزی نیست که بگم او یه چیز خیلی جالبی ساختم خیلی واش فاصله دارم هنوز شاید با اون تصویری که تو ذهنت داری و اون جایی که هدفت بهش برسی فاصله داری ولی من میام مسیر رو نگاه میکنم من میام نقطه فعلی رو نگاه میکنم تأثیر گذاری توی نقطه فعلی رو نگاه میکنم خب نمیتونیم منکر این بشیم که سیامک قلیزاده توی جریان فرعی توی کار رسانهای مستقل برای موسیقی انجام دادن آدمیه که تحصیل گذار نیست آدمیه که یکی از KOL ها نیست KOL توی فضای مارکتینگ به کسی میگن که یعنی کی اپنیون لیدره یعنی رهبر فکریه کلیدیه واقعا حالا تو میگی جریانسازی نیست کسیه که جریانسازی رقم میزنه کسیه که ارتقاء میده من اینو تو تو دارم میبینم حالا تو میتونی نپذیری بگی نه من چون اون چیزی که جلوتر برا خودم تصویر کردم ترسیم کردم نرسیدم من نیستم نه الزامانم اینجوری نیستش که بگم که به اون چیزی که میخواستم نرسیدم و بگیم منو تو یه روزی داشتیم حرف میزدیم یادم دقیقا داران تو ماشین نشسته بودیم تو من گفتی که مثلا پنج سال دیگه به کجا رسیده باشی خوبه جالبه برات مثلا من گفتم که دوست دارم که سردبیر رس یه رسانه باشم نیروهایی که دوست دارم و داشته باشم و یه کاری رو که خلاقانه است و همه توش خوشحالن با هم بریم جلو و فکر کنم مثلا به جای پنج سال تو دو سال و نیم اتفاق افتاد ولی دقیقا یک سال که از اون گذشت یعنی اون اتفاق افتاد یک سال که توش موندم جور شدم که بابا چی بسه دیگه این بود آره این, این چی بود الان مثلا حالا چیکار کنم تا آخرم میخوام این کارو بکنم هی قالباشو میخوام حالا مثلا قلاقانه تر کنم بعد تو قالب همون دوباره رفتم سراغ یه ایده جدیدی که خورد به در واقع جنبش, مردمی و متوقف شد یعنی به هر دلی زن زندگی آزادی مهمتر از این بود که حالا مثلا ما بخوایم چهار تا آیتم مثلا باحال درست کنیم باید متوقف میشد دیگه ما هم نمیخواستیم اون کار رو بکنیم متوقف شد مون ولی تو, تو همون یک سالی که من اون کار رو کردم خسته شدم چه, چه چیزایی خوراک بهت میده؟ برای این تغییر دادن ها برای این بهتر کردن ها؟ خیلی هاش اطرافیان هم به میدن یعنی, یعنی با... چی؟ یعنی اینجوریه که این مثلا... مشاوره گرفتن نه مثلا تو گپ و گفته با دوستام یا مثلا آدم میگه که یه چیزی مثلا شاید برای فان بگه ها که آها مثلا یه, یه مثالی بزنم مثلا حامد و چند تا دیگه دوستام و تو یه بازی میکردن بازی این بود که حالا ایده رو میگم دیگه لو میدم مثلا چیز نه <تصفح> <تصفح> نه ولی مثلا بازی این بود که اینا اپلیکیشن نصب میکردن همه روی مثلا یه یا... موبایل یه اپلیکیشنی بود مثلا میزدی که آقا این چند تا موزیسین بودن یه دایره رو میچرخوندی به هر کی یه چیزی میافتاد مثلا میگفت تو بیس بزن الان خ بعد اون مثلا باید یه لاین بیس می نوش. بعد دوباره دایره رو چرخوندن میافتاد به یکی دیگه با یه گزینه دیگه میگفت تو الان باید مثلا درام لاین بنویسی درام لاین به یکی دیگه میافتاد میگوش که تو الان باید یه ملودی جدید بذاری روی موزیک به این یه بازی بود که در نهایت میشد یه موزیک بعد برعکسش هم بود مثلا میرسید 20 تا لاین درست شده بود. با حالی در می اومد آخرش یا نه؟ آخرش آره اصلا منتشر کردم موزیک رو. نه آره این بازی رو می‌کردن و اینا بعد من گفتم ما بیایم اینو برنامه سازیش کنیم. بیایم اینو ببریم توی استودیو موزیک. بعد از این که مثلا فقط درام و بیس و فلان باشه درش بیاریم. بیایم بگیم که حالا سنتور و تار و اینا بیاریم. اصلا یه برنامه‌شو اینجوری ضبط کنیم، یه برنامه‌شو با قابلمه و مثلا فلان و اینا برگزار کنیم. یه برنامه شما مثلا با راک بگیریم یه برنامه سبکای مختلف و اینا رو در نهایت همش که خروجیش رو همه رو در همه رو بکنیم یه آلبوم اگه اون موزیکایی که در میاد هر کدوم که جالب قابلیت خروجی گرفتن ازش هست بکنیم یه آلبوم مثلا همش هم بر اساس تولید شده دیگه و از اون برم ویدیو بگیریم و مثلا برنامه سازی کنیم توش حالا اون برنامه اتفاق نیفتاد ولی ما داشتیم این کاره رو میخواستیم بکنیم در واقع اینو خب مثلا از اون آدما گرفتم یه جایی تو میگه می که اینو دیدی مثلا من یه اونو میبینم از اون میرم توی چیز دیگه میگم اگه این اگه اینقدر تغییر بدیم اینجوری کنیم اینجوریش کنیم مثلا میشه چه چه ای وجود داره که اصلا این کارو بکنی چون خیلی در طول روز هزار تا اتفاق این مدلی دارن میبینن و تجربه میکنن و حتی خوشم میگذرن ولی دغدغه اینو ندارن تبدیلش کنم به یه پروژه اجرایی ببریم یه آلبومش کنیم ببریم نمیدونم یه برنامهش کنیم ببین چند تا نکته داره اینکه آدم های مختلف توش درگیر میشن و خودشون هم اونا هم یه فضای جدیدی تجربه میکنن ما توی وضعیتی که زندگی میکنیم این که آدما بیان تو پروژه های مختلف شرکت کنن و از اون طریق دیدشن یک انرژی بهشون میده یا از اون طریق پولی در بیارن بهشون انرژی میده من خیلی اینو دوست دارم که آدمای مختلف درگین شن به خاطر این این یه بخششه یه بخش دیگهش اینه که خب تولید محتوای جدیدیه که باز خلاقانه است به نظرم تجربه نشده کسی نکردتش شاید اون بازی روی سری آدمو کرده باشن با هم دیگه ولی هیچوقت این برنامه سازی نبوده آیتم نبوده میدونی سیامک 15 سال پیش قشنگ 15 سال پیش دنبال این بوده که موسیقی که داره میشنوه کیف میکنه رو آدمه بیشتری بشنه و الان هم فلان چیز رو داره تجربه میکنه دوست داره بقیه هم تجربه دوست دارم بقیه هم آره توش باشه حالا اون اگه میتونم یه شرایط راحت تری برای آدم ها فراهم کنن که اون مسیره رو برن بهم یه انرژی میده دیگه میدونی مثلا ساخت ایران رو که با سامان راه انداختیم این بود برامون اینکه که اولا یه مجموعه درست کنیم از صداهایی که تو ایرانه و بتونیم به مرور زمان به بیرون از ایران اینو عرضه کنیم و نشون بدیم که صداهای متفاوتی از جنس مختلف تو ایران وجود داره و در درجه بعدی این که آقا این دردسری که آدما دارن برای اینکه یه کارو پخش کنن و اصلا وظیفهشون نیست که اون دردسر رو تجربه کنن ما بیایم براشون مهیا کنیم از نظر خودمون خیلی کار ساده داریم میکنیم ولی خیلی وقتا فیدبکی از موزیسین ها میگیریم این که با با یه بار گنده ای از رو دوششون برداشته میشه که حالا هم میخواستم بشینم فکر کنم نمیدونم آرت رو چیکار کنم چجوری بذارمش رو پلتفرما آلبوم هم مثلا کاست هم که برام میزنید نمیدونم فلا بند هم که بتاسته میذارید می نمیدونم فلا میکنید نظر خودمون یه کار روتینی داریم میکنیم ما تبلیغات هم براش میکنیم چون اعتقاد داریم که کار قویه که میگیریم دیگه و خب این خیلی چیز بالی یعنی انرژی اون آدم میگیره که کارشو میبره جلو کار بعدی درست میکنه متوقف نمیشه اون رونده تو این جریانه که من میگم الان شاید ضعف داره جریان نشده یک دلش اینه یه گروهی میاد خیلی هم باحاله یه آلبوم میده متوقف میشه دیگه من کجا میره ممکنه بره ده سال دیگه هم بیاد ولی این جریان نیست از این تیکه آخر یه چیزی متوجه شدم تو وقتی میای در مورد جریان اتفاق افتادن و ساخته شدن حرف میزنی داری در مورد اینکه تبدیل به یه صنعت بشه صحبت میکنی نه لزوما صنعت ها یعنی مهره ها کنار هم درست بشینه چیزی که ضعف داره مثلا جریان رب که گفتی این مهره کنار هم شک گرفته جریان مالیش داره اتفاق میفته همکاری داره اتفاق میفته انتشار تبلیغات بله اون خودش همه اینا رو داره دقیقا توش حالا من تو اون قسمت مثلا جریان رب پیشنهادی که دائم هی بهشون میدم اینه که آقا بیاین سراغ آهنگسازهایی که آهنگسازهای جدید نمونین توی مدل آهنگسازی یا بیاین سراغ گروه جمع کردن و اجرای زنده با یه سری ساز زنده این سراغ اینو تا این از, این از حالت استودیویی در بیان واقعی تر آره. زندگیش بوده. بند خوبا. درست کنیم موزیک بزنید واقعا این که فقط روی بیت میتونی بخونی کار مثلا جالبیه اوکی ولی کافی نیست بیا اینو حالا اینجوریش کن برای اونم مثلا شاید اون به ذهنم میرسه که نیازشه ولی این قسمت هاش دقیقا چفت و بست داره دیگه تو جریان رفت اینو حالا مثلا ما توی جریان فرعی هم داریم ایجاد میکنیم نه اینکه ما داریم ایجاد میکنیم خیلی ها دارن ایجاد میکنن آه. ولی مهره هاشو میچینی کنارش صنعت ببین میگی صنعت ما فرسنگ ها فاصله داریم با اینکه موسیقی در ایران تبدیل شده به صنعت خب ولی یک قسمت, ها قسمت های صنعتی داره که اون قسمت هاشو ها دائم درگیرن که آقا من کارم موزیک خب بلد نیستم اینها رو و از اون هم من هم اینجوری هم که من نمیام برای تو انجام بدم من بلدم اینو یه قسمت هایش بهت مشاوره میدم تو برو آدمش پیدا کن آدمش بهت پیشنهاد میدم یه قسمتش هم اینجوریه که برامون راحت انجام دادنش حال میکنیم یه قابی بگیریم از موسیقی ایران اونم خودمون انجام میدیم مثلا خیلی نکته جالبیه داری بهش اشاره میکنی چون بارها تو دیالوگی که با دوستای موزیسین و حتی های دیگه داشتم همه مینالیدن که چرا ما همه کارا رو خودمون باید جلو ببریم همه کاره ایم یعنی از چه میدونم برنامه ریختن برای اجرا گذاشتن تا دغدغه این داشته باشه که برای اجرای وسایل میخوام برم آفیش کنم صدا بردار میخوام صدا برداره یعنی این مهره وجود نداشته و وقتی میام عقبتر نگاه میکنم میبینم تو خیلی از جریانهای بیرونی دیگه وانمنشوه یعنی یه نفر وای میسه همش حرف خودم مسیر خودم کار خودم نظر خودم باید باشه تیمم جمع میکنه ولی اون تیم رو منیج میکنه یعنی پروژه یک نفر است با اینکه ممکنه مثلا 200 تا 300 تا 2000 تا 5000 تا کارمندم داشته باشه خب ولی این توی سیامک قلی زاده نیست اه. یه بخشی شما متوجهم برگشتی گفتی که خود این آدم ها همراهیشون همکاری باشون تو رو به چالش میکشه موتور تو رو روشنتر میکنه کمکت میکنه که هی بهتر و بهتر و بهتر بشی ولی این به نظرم باید. کافی نیست چه چیز دیگه باید, باید, باید اینجوری بشنها کنی این پروسه پروسه کمک کردن به دیگران نیست حمایت نیست ناکن یه چیزی که مثلا شاید خیلی از بیرون بعضی وقتا آدم ها در مورد من به نظرشون میاد یا انتظاری که میبینی دارن اینه که شما باید حمایت کنید یه قسمتی از آدم ها میان اینو ازت میخوان که حمایت کنی کمک کنی یه به عنوان یا... رسانه بله. کمکشون یا به عنوان شخص, شخص رس... به عنوان رسانه خب هم. یه قسمت دیگه هم که تو اون کاره رو برای آدم ها انجام میدی یا اصلا بهش مشاوره میدی یا همینجوری مسیج زده بهش یه مشاوره میدی یا هر چی یا توی رسانت پوشش میدی کارشون باز میگه که ممنونم از حمایتتون مرسی که این نیست یعنی این تصوره که من دارم از یه سری آدم حمایت میکنم یا کمکشون میکنم نیست دغدغه من نیست دغدغه من اینه که یه چیز جالبی رو توی یه چیز جالبی باشم یه چیز جالبی رو تجربه کنم و یه چیز جالبی رو بسازم وقتی برای خودم جالبه که اون رو بسازم به دیگرانم تو اون مسیر ممکنه کمک کنم چون در نهایت کاری که میکنه باز کمک میکنه که من اون چیز جالبه رو بسازم یه چیزی که مثلا در مورد این موزیک جریان فرعی مهمه که مثلا تو میگی که حالا صنعت این چیزی که به نظرم میگید خیلی وقتا آدم میان به خاطر اینکه میخواد کارش بگیره هی به این فکر میکنه که سر و گوش هنرش رو بزنه به نفع صنعت و بازار میگه من آه من مثلا این موزیکر رو چکار کنم میگیره من هم که کار خودتو بکن یعنی چی چی کارش کنم که بگیره تو آرتیستی تو هنرمندی تو قرار نیست کاری بکنی که تغییری در موزیکت ایجاد کنی که این بگیره من منتقد بعدا ممکنه در مورد کارت یه نقدی بنویسم که این نقدو رو به کارت وارد کنم که به این دلیل کارت داره کمتر شنیده میشه ولی این بر بعد از اینه که کارت ریلیز میشه تو به عنوان هنرمند قبلش نباید به این فکر کنی که کارم چه جوری بگیره یعنی من اتفاقا این قسمت های از صنعت و اون قدم نیستم که در بیرون از ایران وجود داره به پرودوسری میاد به تو میگه دقیقاً که این کارو بکن این کارو بکن این کارو بکن بهتر میگیره کارت خب و من اینو اونقدی حال نمیکنم که واردش بشم مثلا بخوام به یکی جهت اینجوری بدم که آقا اینجوری کارت میگیره ولی گوش میدم میگم این میگیره یا نمیگیره در مورد اون میتونم حرف بزنم ولی وقتی کار رو ریلیز میخواد بکنه اون قسمت صنعت که نیازه که آقا این کار راحت تر بره جلو اون آرتیسته فکرش از اون دقدقه ها آسوده بشه اون کار رو میتونم بکنم فکرش رو آسوده کنم که آقا این اینجوری پخش میشه این اینجوری میره تو پلتفرم این اینجوری میره تو نگران اونا نباش تو کار تو بکن در نهایت ولی در مقام یک پرودوسر که بیاد دست بذاره بگه که اینجاشو بزن شو کوتاهتر کن الان موزیکا توی دنیا اینتروهاشون سه ثانیه است تو اینتروشو کوتاه کن و اینجوری میگیره یا الان موزیکا تو دنیا با کروس شروع میشه بیا تو موزیک تو با کروس شروع کن این،, این اونقدر چیزی نیست که در من باشه یه جایی ممکنه یکی ازم بپرسه گیر باشه روی این مسئله بهش بگم یه چیزی ولی این مدلی نیست که خودت بری هی به همه بگی بچا این کارو بکنی نه این دیگه کارو بکنید آرت دیگه تو آرتیستی تو هر کاری حال می‌کنی عشقشو داری فکر می‌کنی باحاله بکنی دیگه تو کار خودت هم داری همین کارو میکنی یا تقریبا شاید اینجوریه من آرتیست نیستم ولی نه 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 اصلا بحث مدل فکری تو دارم میگم و. یعنی مدل فکریه این مدلیه آره که من نمیستم به, به عنوان یه صنعت الان تن... من فلان ایدم آره. فلان پروژم فلان کارم جواب داده میدونم پولساز هی ادامش بدم تن که بدم به یه بازاری چون داره هم. بهم کمک میکنه برعکسش که خیلی بدتره اینکه من بگم این کارا رو میکنم به خاطر اینکه این بازار داره این که افتضاحه اونجا هم که بازاری براش ایجاد میشه بگم که همش همین کارا رو میکنم بازم به نظرم وحشتناکه یعنی ترسناکه میمونی توی جایی که بعدا پنج سال دیگه به خودت میای میبینی که همش هم اونجا موندی و فقط یه کار کردی هیچ راه جدیدی رو تجربه نکردی اذیتت کنم یه سوال تکراری بپرسم منم بعدش تو ما خودم اذیت کنیم <تصوح> پنج سال پیش سوالا رو ازت پرسیدم پنج سال دیگه خودت کجا میبینی دنبال چی آف آف آف. اصلا؟, اصلا خیلی سخته <applause> الان کجا رو میبینم پنج سال دیگه آره دنبال چی اول دیگه <applause> <applause> اون دیگه همه هستیم لازمه زندگیه <applause> پولم ب... واقعا تا یه حدی که بتونم یه زندگی راحتی داشته باشم یعنی زندگی راحت منظورم نیستش که <applause> زنده خیلی زنده. راحت چی که... با ما که دیگه با هم زندگی آره. کردیم آره. میدونیم رالی 5 <تصفح> سال دیگه یا دنبال چی هم <تصفح> ببین آخه این سیستمه انقدر بسته است و انقدر دیگه نمیخوامش و انقدر فقط به فکر تغییر اینم که یه جوری انگار مثلا اینو میخوام دیگه پ... میتونیم پخش میشه پنج <تصفح> سال دیگه دوست دارم این اتفاق افتاده باشه ولی اینکه منم تلاش میکنم براش خب منم توی اون کار فرنگی که میتونم بکنم تاثیر بذارم براش تلاش میکنم تو این... موسیقی میمونی آره آره صد درصد ولی میگم نکتهش اینه که این انقدر اذیت کننده شده انقدر تا یه جریانی داره به یک بلوغی میرسه داره به یه جایی میرسه که میتونه می سکوی پرتا پیدا کنه میبینی که اصلا میاد یه چیزی اصلا از بین میبره همون چیزی که کاشتی رو بخاطر همه اوکی من هنوز میکارم ولی اینجوری نیستم که دیگه مطمئن به برداشت اون نیستم کی میتونه به برداشت برسه زمانی که یک توحشی نیاد اون از بین ببره و اون دونه ها رو لگت مال کنه یا اون ساقه ها رو از بین ببره بنابراین اول باید جلوی سری آدم رو بگیری بگید شما دیگه اجازه ندارین اینا رو لگد کنید شما دیگه نی... نیمید شما متاسم خداحافظ اون موقع تازه میتونی به این فکر کنی که این دونه ها حالا میاد درخت میشه این اینا مثلا میاد بار میده ذهنم خیلی اینجاست ذهنم برای خودم اونقدر فکر نمی کنم که مثلا دوست دارم مثلا با پیچ فورک مثلا کار کنم مثلا یا مثلا کالانس رو تبدیل کنم به یک رسانه که تو جهانم معنی داشته باشه اینا رو بهش فکر میکنم دائما خب که چه جوری مثلا یه،, یه دوستی داریم که الان یه ایونتی میخوا برگزار کنه اومده از فلاند ایران و اینا یه چیزی که داشت میگفت جالب بود برام این بود که داشت میگفت مثلا هیچ رسانه ای از ایران نه رسانه ای در موسیقی هیچ رسانه ای از ایران در جهان صدایی نداره یعنی اونجا من به این فکر کردم که چه جالب اتفاقا این یه چیزی مثل کادانس خیلی نزدیکه به اینکه بتونه تو جهان یه صدایی داشته باشه و خب این برام خیلی چیز جالبیه مثلا، کادانس بشه یه چیز جهانی مثلا الان که حالا خنده داره رسانه که هنوز سایتش سایت نداره و یه <applause> ذره خنده داره ولی <applause> فکوش رو میبینم براش میتونم تلاش کنم یه نکته وجود داره اینکه ترسیم کنی چی میخوای تو الان برگشتی به میگه که شاید مسخره باشه ولی من اینطوری بهش نگاه نمیکنم اینطوری بهش نگاه میکنم که یک زمانی یک چیزی تجربه کردنش برای جالب بوده پنج سال بعد داشتی میدیدی ولی چون تصویره رو تو ذهنت داشتی دو سال و نیمه رفتی تجربهش کردی و رفتی فصل بعدی لول بعدی الانم اینطوری بخوام بگم وقتی تو داری در موردش صحبت میکنی ممکنه با صد درصد اطمینان حرف نزنی ولی من جنس تو رو میشناسم میدونم وقتی داری این حرف رو میزنی هدف گذاریه رو کردی که این کار رو بکنی و اگر خوش شانس باشیم و شرایط فراهم بشه صد درصد مطمئنم این کار رو هم میکنیم امیدوارم چند شب پیش با یکی از بچه داشتم صحبت کردم گفتم اگه این اتفاقات پارسال تا الان نمی افتاد هیچ وقت کوزی کورنره شکل نمی آره اتفاقا دقیقا <applause> یعنی ممکن بود تو تو با توجه به اون چیزی که من تو سراغ دارم احتمالا همینجوری دو سال دو سال مینداختش عقب که پرفکت چه دیگه یعنی آره. <applause> <applause> مثلا این ایده واقعا فکر کنم بیش از 6 7 سال پیش با من مطرح کردی حتی با همین اسم با اسم کوزی کورنه دو قسمت هم گرفتی ولی آره دقیقا. ولی دقیقا یعنی تو وقتی یه جایی میرسی که میفهمی که آقا ممکنه فردا هم ممکنه نباشم اصلا فردایی هم نباشه اینجوری که چرا نکنمش زودتر میکنمش که آره حالا من تازه یه, یه لول دیگه هم شدم یعنی دیدگاه هم اینطوری چرخید که من هی دنبال فرصت مناسب شرایط مناسب بهترین موقعیت بهترین زمان مخاطب الان میفهمه همش تو ذهنم این چیزا داشت میچرخی اتفاقات پارسال که افتاد منو برد سمت این که من کار خودم میکنم اگر تاثیر گذاشت به درد بخور بود که خوش به حالم خوش شانس اگر نبودم بازم کار خودم میکنم <applause> الان تو صحبت تو دقیقا متوجه شدم که تو هم از این جنسی من کاری ندارم به دنیا بیرونه کار خودم میکنم آره آخه ببینید نکتهش اینه من فکر میکنم که همیشه اینجوری نگاه کردن جواب میده این که فکر کنی که یعنی جواب داده جواب میده نه اینکه من فکر کنم که الان میخوام یه پادکست جالب درست کنم حالا چه ایده ای براش پیدا کنم این که خیلی چیز مسخره ای بگردم دنبال ایده بذار ببینم چه پادکستی هست اینا که هست اینا که از کدوم گرفته اینا که گرفته میتونم برم نزدیک ایناشم یا اینی که نیست رو برم تولید کنم این به نظرم خیلی مذبوحانه است واقعا اینجوریه که یه چیزی به ذهنت میرسه میگی از اینو درست کنیم باحاله خب بعد دوباره کجا میتونه خراب شه اونجایی که عجب کاری میخوام بکنم فکر کنی عجب اینو میخوام بکنم خیلی کار مهمی میخوام بکنم یعنی اونجایی که فکر میکنیم میخوای کار مهمی بکنی به کار مهمی نمیکنی یا نمیگیره به خاطر اینکه یه آنی انگار توش نیست یا اینکه فیدبکش رو نمیگیری و ولش میکنی یعنی این توی زمانی که ما داریم الان فعالیت میکنیم خیلی اتفاق میفته آدم ها میان شروع ایجان دارن حتی ایده های جالبی هم دارن ولی چون میخوان تو ده تا بیست تا شماره مثلا یا پنج تا چیز فیدبک مناسب بگیرن نمیگیرن و ولش میکنن در صورت که همونا اگه مثلا 5 تا دیگه ادامه میداد میتونه 100 برابر یه چیزی که موفق بود موفق تر شه این بزن خیلی نکته مهمیه که تو فکر نکنی که کار مهمی میخوام انجام بدم یا اینکه حتما الان میخوام اینو انجام بدم که بگیره باز این همون نگاه بازاری است من اینو انجام میدم که بگیره آها یه کاری حال میکنی بکنی،, بکنی بکن دیگه چرا اینقدر فکر می‌خوای بکنی که میگیره یا نه اگه دنبال پولشی که خب برو یه راه دیگه در بیار یعنی این کار فرهنگی کردن و کار هنری کردن جای خوبی نیست برای برای شستنش بر... بر... حالا بذار من میگم چه خوابی برای کوزی پرنر دیدم شاید برای جالب باشه. ولی من میخوام کازی رو تبدیل کنم به تحصیل گذارترین برنامه گفتگو محور بر زبان فارسی برای این خیز برداشتم حالا ممکن بگیه که تحصیل گذارترین یعنی چی؟ آخه ببین کلا من ترین رو نیستم نه نظرته من ترین رو نیستم یعنی اینجوری هم که آقا تو کوزی کورنر رو من مطمئنم با توجه شناختی که ازت دارم و کلا در واقع مدل کارت مطمئنم که به یه جای خیلی جالبی میرسه به یه جای تاثیرگذاری میرسه ولی اونجایی برام به حاله که کنار پنج تا چیز دیگه بگم کوزی کورنر جزء چیزای تاثیرگذاره یعنی ترین رو دوست ندارم میدونم چی میگی تصحیحش میکنم منم مثل تو دوست دارم تبدیلش کنم به یه چیزی که نه تنها مخاطب ایرانی و نه تنها مخاطب فارسی زبان داشته باشه مهم. که کمک کنه که معرف یه بخشی از جامعه فارسی زبان باشه آره میفهمم چون الان فقط تو قدش داره معرفی میشه چون متاسفانه اصلا دارم میبینم هیچ چیزی رو نداری آره اصلا همین حالا موسیقی که هیچ چیزی از ایران کل دنیا آره دلقان دلقان چون چیزی ما میدونیم دیگه الان مثل چی مثل اینه که مثلا در مورد ایران صحبت میکنم ولی هنوز یه جامعه بزرگ چند میلیاردی فکر میکنن عربی ما صحبت میکنیم نمیدونن جنیران. اصلا چی بودیم کجا بودیم چه حالا بودیم؟ اونا که خیلی شاید خودشون هم ترن ولی مثلا دارم میگم فرض کن تو ذهن احتمالا اکثر غیر ایرانی ها مثلا این نیستش که یه پادکست ایرانی اینه دکورش چیزی که از ایران دیده در نهایت مثلا چی بوده مگه از خود ایران صدا و سیما رو دیده دیگه تای تایش رسانه های جامعه من این مدلی اصلا بهش فکر نمی‌کردم. الان داری میگی میبینم اصلا از یه زاویه ای داری آه به مثلا نور جذابه فکر میکرده یادت یه زمانی چه مدلی بود دیگه حتی میکروفون هم آدما نمیذاشتن با صدایی که خود دوربین داشت ریکورد میکرد محتوا تولید میکردن خب تو حالا داریم از لحاظ اجرا میگی ما تو حتی از یه حد کیفیت سعی میکنی بالاتر بری همون لایبراری که داشتی میگفتی طرف مثلا دنبال فلان موسیقی بود من میمدم چهار تا هم کنارش میذاشتم ما انگار داریم میاییم اون دونه ها رو میکاریم تو ذهن آدم ها تو ذهن مخاطب تو ذهن همکارامو که میشه این کارم کرد میشه اینطوری هم انجامش داد دقیقا این و... م... یه نکته که داره اینه که تو مثلا وقتی که میبینی این همه ایرانی مثلا رفتن از ایران و دارن در بالاترین سطح های هر نوع اه... کسب و کاری او... و حوزهی دارن فعالیت میکنن و ده ولی در نهایت معلوم نیستش که این یعنی یه جای منسجم داره اینا رو نشون نمیده <applause> که آقا این اتفاق این این چیزه در این ایرانه وجود داره همزمان تو داری با کل دنیا آپدیت میکنی خودتو میکروفون تو نمیدونم دوربین تو همه چی رو میدونی داره بلان آدم با چه چیز تجهیزاتی پادکستش رو درست میکنه و تو اینجا میتونی اینا رو خریداری کنی با هر بدبختی که شده یعنی با اینکه کشورت انقدر سیستم بسته ای داره تو بازم میری اینو سفارش میدی از بیرون از ایران برات میارن و تو داری با چیز روز جهان پیش میری و فکر این آدم هایی که اینجا انقدر بازه که میرن بیرون از ایران و راحت تو بالاترین سطح کار میکنن بنابراین نشون دادن این به بیرون از ایران خیلی چیز جالبیه حالا در مورد قوزه های مثلا کاری خود تو مثلا چیزای شبیه به و ولی در مورد من هنوز همونه که سیدی میدادم رفیقام. حالا <applause> اینه که موزیک ایران رو میخوام بدم به موزیک به یه غیر ایرانی یعنی اگه یه غیر ایرانی هم بود من میتونستم سی دی بهش بدم در نهایت همون کار رو داشتم میکردم دیگه من میخوام فعلا یعنی من معمولیتم تغییری نمیکنه با این پروژه حبیبی فانکو دیدی؟ دیدم بلو حالا است آه. برای شنونده ها بینده ها واقعا بعد میدونی که اصلا افریقایی هم عربم عرب هم نیست، آلمانیه تو ایران هم یکی دو تا بچه ها خیلی از این کار رو دوست دارن بکنن و... یکی یه زمانی هفته سال پیش یادم این کار رو داشتش انجام میداد. با یه رکوردر ساده شروع کردش میرفت از جریان های ریکورد میکرد. مثلا مراسم زار بود. نمیدونم یه جا دفع بیماری بود. وسط یه عروسی و صدا رو روی سانکلود داشت میذاش چی بود چی بود صحن... تو چیز را... رادیو نواهی رو که نمی‌دونم. نه نه صح. اصلا عنوانش این مدلی نه طرف با پروفایل شخصی خودش آه. داشت این کار نمیدون. رو میکرد ببین از این در ها که زیادن یعنی مثلا کسایی که صداهای همه محله های تهران رو ضبط کردن و نمیدونم صدای کافه فلا صدا یادمه همه چیو ضبط کردن و اینا ولی این که تو یه, یه چیزی به این پروداکشن در نهایت اینجا باز مطرح میشه که توی پروداکشن بین المللی داشته باشی یا بتونی یه جوری اونو ببریش تو قالب جهانی یعنی اینکه که موزیک ایرانی رو برداری فاهم کنی یا برداری مثلا یه چیزیش کنی که بتونه راحتتر مخاطب غیر ایرانی درکش کنه و بپذیرتش این خیلی چیز مهمیه که داره هی تجربه میشه به نظرم نمیشه زوری انجامش داد آدم های خلاق دارن این کارا رو میکنن یه جایی هم منسجم میشه ولی این که همین چیزایی که اصلا هست تو نه این که چیز جدیدی بخوای تولید کنی بر اساس یه چیز دیگه همین چیزی که داره تولید میشه رو بتونی به بازاریابی براش کنی معرفی کنی آره تو این یه سال اخیر مثلا چه حسام گرشاسپی بیرون از ایران خیلی کار کرد دمشق ب... واک مثلا خیلی از ایران آدم رفتن اونجا اجرا کردن یا خود آرتیست بیرون از ایران رو جمع کرد توی انگلیس کار کردن یا یه سر همکاری های جذابی آره داره. یا خود مثلا هرمس داره و الان ترکیه میخواد برگزار کنه یه دورش که برگزار که این اتفاقا داره میفته ولی میگم باز من فقط بحثم اینه که همون موزیک که تو ایران داره تولید میشه بدون در نظر گرفتن اینکه تو میخوایی تولید کنی که حالا به جهان ارزش کنی بدون گذاشتن همچین شرطی همون چیزی که هست خالص خودش دلقان. باشه انگولکش نکنه دلقان. دلقان. همون بدی فقط به جهان هم. و واقعا فرصتش هست آدم پاکارش تا الان نبوده یه پادکست عربی زبان که من سفت و سخت دنبالش میکنم به اسم ای بی تاکس این الان پنج سال شیش سال داره فعالیت میکنه نزدیک چهار میلیون سابسکرایبر روی یوتیوب داره بعد از اون ور چی جذاب ترش کرده من نگاه میکنم میبینم که از دو سال پیش همزمان با یوتیوب به عنوان فصل بندی شده یه سری از اپیزوداش رو داره روی نتفلیکس منتشر میکنه و خود من از طریق نتفلیکس باهاش آشنا شدم داشتم همینطوری میچرخیدم یه دیدم چه توضیحات جالبی بذار ببینم چیه و زدم دیدم عربی داره صحبت میکنه و ما نداریم همچین چیزی ها. و میدونی چقدر هم چیزای جذاب داریم که حتی با اینکه زبانش فارسی خود ایرانی ها هم نمیشناسن آره اون که صد درصد اون که یه بحث همون کاری که در واقع تو باید هم زور تو بزنی که این اتفاق بیفته ولی خب داری میکنی اون کار رو در نهایت اون کاری که نکردیم انگار اونه دیگه حالا یه چیزی هم که خیلی رو اینه که اگه یه چیزی با دوباره پیداشه که از بیرون از ایران بخواد دوباره ایران رو به جهان نشون بده اونم خیلی چیز رو مخیم برام. ببین ما, ای... ما مشکل اینه که تک بلنگو همیشه وجود داشته دیگه یه چیزی یه برنامه یه فیلمی رفته شده نماینده اصلا نه تنها ایران زبان فارسی و بعدم خابیده جریانه حتی فیلم فیلمسازرم تو میبینی یه حدی به شهرت میرسه معروف میشه میره کار میسازه و چون فهمیده اون جواب میده اون اوکی مخاطب خارج از ایرانیه میره سمت اینکه برای اون بسازه و بعد دوباره آره از, جریان داخل از یعنی جریان سه بار بیرون. تغییر میکنه اون در نهایت تا یه تبدیلش به یه محتوایی که میخواد به بیرون از ایران آره. بازم شبیه ایران نیست میدونی من برام خیلی این مهمه چیزی که دقیقا توی این بستره وجود میدید. داره آره و خو... یعنی خودمون بازم حتی خود یک جامعه الیتی نه میدونی اگه مثلا من و تو مثلا چل تا عین من و تو اون نمیشه بازم جامعه ایران همون چیزی که واقعا هست میدونی این برام جالبه ولی اینکه که پنج دست به چرخه بعد مثلا بره تو جهان یه جور دیگه معرفی شه ممکنه از اون وره بوم با بیفته از اون وره که یه سری فکر میکنم ما مثلا شطور سوار میشیم هنوز اینجا ممکنه از اون ورم به چرخه یه جور دیگه ای باز دوباره تحریف بشه که مثلا یه هم... پروپاگاندا اونوری آره باشه اصلا همه... از اون ورش برام جالب نیست همه فکر کنن که همه پادکست ها هم مثلا تو ایران با این میکروفون ها رکورد میشه جالب نیست برام باید هنوز هم اینجوری باشه که یه سری زوم میذارن رو میزشون یه سری هاشف میبندن یه سری هم میکروفون های خیلی سطح پایین دارن یا خیلی هم مثلا چه میدونم نورم ندارن اصلا با یه دونه دوربین موبایل هم رکورد میکنن اینکه برعکسش شم... اصلا مهم نیست نه میگم منظورم اینه که دقیقا اصلش به نظر من همین اتفاقی که داره میفته تو الان غیر از خودتی من غیر از خودم ها. الان همه اینا رو بریز دور الان ما اگر میخواستیم در مورد یه سری موضوعات صحبت کنیم با خودمون حرف میخواستیم بزنیم حرف میزدیم بوده. دقیقا ولی منظورم اینه که این وقتی یه دستم میچرخه من به من که دوباره میرسه باز یه جوریه برام میدونی مثلا یه آدم غیر ایرانی یه چیز در مورد ایران بنویسه ممکنه اونقدی نخوره تو ذوقم که یه آدم ایرانی که بیرون از ایرانه میخواد که جامعه ایران رو به بیرون از ایران نشون بده اون برام خیلی سر رو مخی میشه اون میدونه آقا او مخاطب اون مطلب یا هر چیزی میدونه که اون یه خارجی میخواد داره در مورد ایران حرف میزنه پس ممکنه که دقیقا ندونه چه خبره ممکن اطلاعات غلط بده ممکنه اونقدر از بستر نیامده باشه ولی یه آدمی یه روزنامه که شیش ماه از ایران رفته مثلا بعد میخواد ایران رو به جهان نشون بده میخونی میبینی که این چقدر چیز عجیبی ما این نیستیم اصلا اون خیلی بیشتر میره رو نه این رو کاملا متوجه بریم سراغ جنبندی خواهش تو این زمانی که با هم گذروندیم و گفتی که داشتیم من سعی کردم بیام کنجکاوی به خرج بدم کندکاف کنم تو ذهنت ببینم چه مدلی داری فکر میکنی داری نگاه میکنی کار میکنی برداشت من این بود که سیامک گلیزاده تو مسیری که داره پیش میره اول از همه یه تعریف مشخصی از خلاقیت بر خودش داره تعریفش اینه که در عین استقلال داشتن مسیر خودش رو پیش بردن ای بهتر و بهتر و بهترش کنه. آدمها رو سعی کنه درگیر کنه یک مسیر تک نفره با ذهنیت یک نفر نباشه. فرصت تجربه کردن توی حوزه های مختلف دیگر رو به خودش بده و سعی کنه اون چیزی که اون ور، داره یاد میگیره تجربه میکنه به دست میاره رو بیاره توی باقی مسیرهایی که ساخته و داره پیش میره بگنجونه یه نکته خیلی جالبی که وجود داشت این بود که اگر داره یک چیزی رو شروع میکنه و جواب میگیره متوقف نشه نگه این دیگه مثلا بیرونی اوکیه دیگه نظر مردم اوکیه کافیه دیگه همین رو هی تکرار کنم هی خودش رو به چالش بکشه برای اینکه یک چیز بیشتری رو خلق کنه برای اینکه یک ذهنیت بزرگتری یک ایده جدیدتری یک دنیای بزرگتر از اون دنیای ذهنی که مخاطب توش وجود داشته شکل گرفته بوده رو از نو بسازه کلیدی ترین چیزی که بهش خیلی سفت و محکم هم اشاره کردی توی این مسیر پابرجا بودن و ادامه دادن بوده خسته نشدن بوده م. چیز دیگه ای فکر میکنی؟ بود که بخوای نور بهش الان بتابونی؟ نه در واقع برام اونجایی چیزه که انگار که مثلا همه اینا چیزای خوبیه و خیلی ولی فقط اینکه بهم یه چیزی میده که آقا در نهایت فقط چیزای مثبت هم انگار گفته شده میدونی منفیاش پس کجاست اون قسمته حالا از این جهت برام مهمه که تو تا جاهای منفی تو پیدا نکنی همه اینا ممکنه پیش نره همه ای این مثبت هایی که تو گفتی جا منفی چی بوده خب ببین جا انفیا خیلی وقتا مثلا اینه که با چیز مثلا شاید روز دنیا پیش نمیرم میدونی به واسطه اینکه مثلا چه میدونم زبانم ضعیفه با جورنال های مثلا روز دنیا ممکنه پیش نرم خب اینکه انقدر به روز نباشم یه جایی ممکنه که خیرمو بگیره و حالا هی آدمایی بودن که کنارم بودن و برام در واقع میشه گفت این تسهیلگری رو کردن که من آپدیت بمونم ولی یکی اینه یکی اینم که منظورم نیستش که دقیقا چه عیب هایی دارم منظورم اینه که اگر همه اینها باشه ولی مثلا تو خودتو آپدیت نکنی تو مطالعت و زیاد نکنی روتین نگر نداری و یه چیزی که به دست آوردی رو هی بخوای از اونا می تو سالها تغذیه کردی بعد میتونی تو دو سال خرجشون کنی خیلی م. یه چیز شکوفا میشه یه چیز جالب میاد بیرون. ولی بعد دیگه باید همون جوری مثلا دو برابر اون چیزی که میدی بیرون دو برابر خروجی ورودی داشته باشی اگه این اتفاق نیفته میتونه چیز خطرناکی بشه تبدیل به یه چیز شاید میشه گفت مزری حتی میدونی برای حتی جامعت این, این چیزا مثلا ممکنه سن... حتی جلوی رشد جامعه رو بگیره آره آره این چیزا برای من یه ذره ترس که اینجوری بشم یه زمانی مثلا اه... الان که دارم حرف میزنم حتما خطرش رو احساس کردم که دارم ازش حرف میزنم حالا میدونی من چرا توی جنبندی دارم تمرکز میذارم روی اون نکات مثبت چون فکر میکنم یادآوری و مرور این میتونه ایده بده به من مخاطب اول اصلا من آره صد در درسته دیگه. اصلا اینجا این شاید برای همین دیگه میدونی اگه اینجوری بود که مثلا حالا چیزای مثلا ناشایسته تو چیه اون همه دارن دیگه به <تصفح> درد کسی هم نمیخوره در واقع آره چرا چرا اصلا انقدر کلید میکنم روی این پا بودن و ادامه دادن چون من بعد سی و هفت سال تازه داره آزارم میده چون همیشه بیاد دیگه حال میکردم با این موضوع که از این شاخه به اون شاخه این جمعیت این آدم ها این حوزه های مختلف و الان داره آزاردهنده میشه نتونستن این میل به کنجکاوی و تجربه کردن چیزهای جدید که ما یه بخشش رو داریم میبینیم که مرتبط و یه خط داره طی میکنه ولی خیلی چیزها رو من میرم دنبال تجربه کردنشون که بی ربطه و زمان انرژی پول و زندگیم رو دارم صرف چیزایی میکنم که هر چقدر هم آورده برای من داشته باشه اگر تو یه چیز همگراتر صرفش کنم خروجی بهتری برای خودم و برای جامعه و برای اطرافیان هم داشته داره. داره. داشته. داره. حالا اونم چیز وسواس من بود که اونو بگم که آقا نکته های من هم مثلا آدم ببینه جوری هم که یه قسمتش اینه که حالا اون ایگوه رو انگار باد نکنه آدم مثلا بشکنه در خودش و برای دیگران هم مثلا اینو بازنمایی کنه که آقا اصلا اینجوری هم نیست که حالا مثلا من این جوری فکر میکنم یا عالمه اشکالاتی همین این آدمه داره دیگه با... ولی از اون جهت هم کاملا میفهمم که دقیقا اینجا این که باید خودش آه. به یه بلوغ رسیده باشه که بفهمه وقتی اون آدم اون اگر داری میبینی یه نفر در بودسازی سازی میکنه یه نفر مشکل خود اونه مشکل, مشکل اون تو آره نه نه, نه. مثلا اصلا از که خودمون از خودمون بوت بودساز... فکر نکنه که خودمون از خودمون داریم بودسازی سازی با. نه بابا ما که نور نداریم که بخیم یه که به هم دیگه قرض بدیم خودمون رو نفلا کنیم آره اینجوری خلاصه اگه قرار بشه این گفتگو رو به کسی تقدیم کنی به کسی تقدیم میکنی نمیکنی ببین آخه خودش... نه مدل دادی؟ <تصفح> چیزی نبودی که بخوام به کسی تقدیم کنم آره چون مال من نیست مال کیه مال توه منم نه من یه چیزی رو مثلا وقتی خودم یه با شده که این کار بکنم ولی مثلا یه چیزی که مینیویسم خودم بعد مثلا برای من این گفتگو اون ارزشش توی سوالاییه که تو میکنی چون خودم ژورنالیستم میدونم که معمولا ارزش گفتگوها از اون کسی که میپرسه در میاد نه اون کسی که جواب میده چون کسی که جواب میده در نهایت کار خاصی نمیکنه فقط حرف میزنه در مورد اون چیزی که ازش پرسیده شده ولی اون چیزهایی که خودم مثلا یه وقتایی می مینویسم خیلی برام مثلا ارزشمند باشه دوست دارم که این کار رو بکنم ولی اینو نه مرسی سیامک که به کازی کورنر اومدی دمت گرم واقعا چک لطف کردی از این دمت گرم که تا آخر این گفتگو همراهمون بودی. همونطور که معلومه این یه کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن. پس برای اینکه با همین فرمون پر انرژی ادامه بدیم، ازت میخوام که ما رو توی همه پلتفرم‌های دیگهمون هم دنبال کنی تا کورنر بعدی حسابی مراقب خودت باش. <applause>